مهداد درویشپور مشناس و استاد دانشگاه از سوئد همراه ما آقای درویشپور خیلی خوش آمدید این آمار ارقامی که این دو سازمان ارائه کردند حکایت از افزایش بی سابقه شاید بشه گفت از انجام عمل اعدام داره برداشت شما چه هست از محتوای گزارشی که این دو سازمان منتشر کردند این نشان دهنده اینه که حکومت پلیسی تر شده خشونت سازمان یافته قتل عمد دولتی اعدام در اون باز هم افزایش یافته و به اصطلاح حکومت به جای چارجویی برای بهبود موقعیت شهروندان و مقابله با مشکلات اجتماعی که حتی زمین ساز بسیار از ناهنجاری ها و بزهکاری هم هستش خودش به اصلی عامل در واقع تولید بزهکاری و خشونت و بسته شدن بیشتر جامعه منجر شده بگم در جمهوری اسلامی آنچه که به نام گفتمان سیکیوریتیزیشن یا امنیتگرایی هست که در حال رشده بعد از یک دست شدن این حکومت در واقع به اوج رسید و نحوی مقابله حکومت چه با ناراضیان مخالفان سیاسی چه در برخورد با مشکلات جرایم اجتماعی نشون میده که در واقع در نزد حکومت این گفتمان امنیت گرایی حرف اول و آخر رو میزنه و در واقع ما شاهد این خواهیم بود که جامعه به سمت خشونت سازمانی یافته و دولتی به مراتب بیشتری سوق خواهد پیدا کرد و خب این طبیعتا نه فقط تهدیدی علیه دموکراسی حقوق بشر و غیره هست بلکه به طور اوریان حتی میتونم بگم تهدیدی علیه امنیت زیستی شهروندان بنابراین به نام گرایی نه تنها هیچ امنیتی برای جامعه آفریده نشده بلکه این در واقع توجیهی است برای نمایش اقتدار به عبارت دقیقتر حکومت این خشونت بیشتر رو به کار میگیره چون تنها وسیله ای است که برای مثلا قدرت نمایی و اقتدار نمایی نشون میده ولی خب این فاصله اون رو با جامعه بیشتر میکنه و انزجار داخلی و بین رو علیه حکومت افزایش میده آقای درویش این پلیسی تر شدن حکومت میگید که منجر میشه به یک خشونت سازمانی یافته در جامعه آیا این خشونت رو شهروندان علیه هم انجام خواهند داد پیرو اتفاقی که داره از سوی حکومت میفته یا نه این خشونت میان شهروندان و حکومت بروز پیدا خواهد هر دو ببینید بستگی البته این یه امر ثابتی نیست اینکه اگر جنبش های اجتماعی مثل آنچه که در جنبش محزا زن زندگی آزادی شاهدان بودیم برآمد جنبش های اجتماعی میتونه حس همبستگی همدلی شکوفایی رو افزایش بده گرچه شکاف بین حکومت و مردم رو شدت میبخشه و خشم و انزجار رو همگانی تر میکنه اما اگر این جنبش ها سرکوب شان این خشونت سادمان یافته تر دولتی میتونه حتی به گسترش تنش‌های اجتماعی در داخل جامعه منجر بشه و عملا خشونت به راز وقای مردم برای به زیست تبدیل بشه از این منظر فکر می که طبیعتا تمام کسانی که علاقمند هستن با آینده بهتری روبرو به باشین تاکید میکنن که افزایش این جنبش های اجتماعی میتونه پادزهری هم به عقب نشینی حکومت منجر بشه و هم به پادزهری تبدیل بشه برای مثلا این سیاست اما اگر موفق بشه من فکر می بسیار نگران کننده از خشونت رو در جامعه به مراتب نهادینه تر خواهد کرد هم بین بخش گوناگون جامعه هم طبیعتا بین مردم و دولت که دولت اصولا الگوی این در واقع رواج خشونت در جامعه خواهد بله خیلی متشکرم از شما مهتد درویش پور جامعه شناس و استاد دانشگاه سوئد